نبض بازارهای مالی. برنامه از دکتر خشایار شجاعتی. دوستان ارزشمند و تماشایان اندیشمند، سلام و وقت شما خوش. امروز سه‌شنبه 16 ماه جولای سال 2013 میلادی است. مطابق معمول سه‌شنبه شب‌ها و در این ساعت به برنامه تلویزیونی نبض بازارهای مالی نگاه می‌کنید که هر هفته با چتری خبری، چنته آموزشی و چشم‌اندازی تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و مطالب آن چهار میخ محض اطلاع هست و برای اطلاع محض. برنامه امشب را هم مثل همیشه با پرسه‌ای در اخبار شروع می‌کنیم و در بخش دوم برنامه امشب، بخش سود و سرمایه، مطلبی داریم تحت عنوان وام‌های دانشجویی روزنه‌ای برای رهایی، که امید میره یه تعدادی از شما که وام‌های دانشجویی دارید بتونید از شیوهی که مطرح خواهم کرد و فرصتی که پیش اومده استفاده کنید و میزان وام‌های دانشجوی خودتون رو به مقدار قابل توجهی بیاریدش پایین. و بعد در بخش پایانی برنامه‌مون که کلام آخر باشه، از امشب مقداری راجع به پورتفولیوهایی که دفتر نبض بازارهای مالی عرضه می‌کنه باهاتون صحبت خواهیم کرد. با این تفاصیل میریم سراغ بخش اول برنامه امشب، پرسه‌ای در اخبار. خب اگر دوستان عزیز خاطرشون باشه، البته دوستانی که این برنامه رو سالهاست دنبال میکنن، دو سال پیش بود یه شایعه قوی منتشر شد توی بازار که گویا بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده بود یا یه همچین چیزی رو در واقع القا کرده بود که قرار هست اینترست ریت و بهره رو بالا ببرن. همون وقت خدمت دوستان عزیز عرض کردیم این صحبت ها رو زیاد جدی نگیرید، برای اینکه شرایطی که الان باهاش مواجه هستند، بانک مرکزی در واقع داره پوکر روباز بازی میکنه و دستش آدم میبینه. داستانم از این قرار هست که با وضعیت کنونی، با حجم بدهی های سنگینی که هم بخش خصوصی داره هم دولت، و همین که خود اقتصاد اصولا به خاطر همین تنفس مصنوعی دولت سر پا ایستاده، گفتیم تو این شرایط اینها نمیتونند بهره رو بالا ببرند و دست به ترکیبش نخواهند زد. چند هفته پیش هم روز 19 جون اگه خاطرتون باشه، بعد از اتمام جلسه بانک مرکزی، شایعه‌ای منتشر شد که بانک مرکزی قصد داره سیاست موسوم به کوانتیتیتیو ایزینگ را یا متوقف کنه یا اینکه کمش کنه و سال آینده متوقفش کنه. در اون مورد هم همون وقت گفتیم این صحبت‌ها رو جدی نگیرید، شرایط طوری نیست الان که اینها بتونند کوانتیتیتیو ایزینگ رو متوقف کنند. هفته‌ای که گذشت باز در تایید همین حرف، در جلسه ای که آقای برنانکه در تشکیلاتی به اسم سازمان ملی تحقیقات اقتصادی NBER مخففش هست، National Bureau of Economic Research، National Bureau of Economic Research یا سازمان کشوری ملی تحقیقات اقتصادی تشکیلاتی است که در آمریکا به طور رسمی اعلام میکنه کی رکود اقتصادی شده و خود همین تشکیلات هم به طور رسمی اعلام میکنه که کی رکود تموم شده. سازمان بسیار بسیار معروف، معتبری هست و حرفایی که میزنه، تحقیقاتی که میده بیرون را به همین دلیل خیلی جدی تلقی میکنه. از طرف اونها یه جلسه سخنرانی برای آقای برنانکه رئیس بانک مرکزی آمریکا برگزار شده بود.
صحبت‌های مفصلی کردن که در واقع نکته اساسی تو صحبت‌های ایشون این بود که آقای برنانکه گفتند که تا زمانی که مسئله بیکاری به مقدار خیلی زیادی کاهش پیدا نکنه و حداقل به زیر 6.5% نره، بهره بانکی یا همون فدرال فاند ریت تا بانک مرکزی بالا نمیبره. و بعد هم در ذهن صحبت‌هاشون متذکر شدند که فعلا تا شرایط اقتصادی اینطوریست و اون دو تا شرطی رو که ایشون اعلام کردند برای زمانی که بخوان این سیاست رو متوقف کنن، یکی این که تورم، اونم تورم ماهوی کور اینفلیشن، حداقل به 2% برسه، یکی این که بیکاری هم حداقل از 6.5% بیاد پایین‌تر. این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد و حتی گفتن اگر اوضاع اقتصادی یه وقت به هم بریزه و بخواد اوضاع بدتر بشه، حتی ممکن است که به میزان پولی که ماهانه به سیستم تزریق میکنن هم اضافه کنه. بنابراین فعلا خیالتون از این بابت تخت باشه. اینکه آیا غیر ممکن اینها این سیاست رو متوقف کنن؟ نه، غیر ممکن نیست، ولی احتمالش خیلی خیلی کمه. تنها حالتی که ممکنه دست به همچین کاری بزنن یا باید زیر فشار سیاسی باشه از طرف ریپابلیکن ها برای اینکه اوضاع احوال دموکرات ها را خراب کنن، تو انتخابات و کاسه کوزه آقای اوباما را به هم بریزن، یا اینکه خود بانک مرکزی ممکنه اشتباه کنه و فکر کنه که اقتصاد جونی گرفته و رمقی پیدا کرده که میتونه رو پاهای خودش بیسته و بعد بیاد این کار را متوقف کنه، که اگر این کار را بکنه مصیبتی درست خواهد شد که بعدش مجبور میشه اون سیاست را در ابعاد خیلی بیشتر و گسترده تری دنبال کنه. این است که همونطور که میبینید بعد از صحبت‌های اخیر بازار هم شروع کرده مجدداً بالا رفتن. مورگیج بانکرز اسوسییشن، همون بانکی است که در واقع انجمن بانک‌هایی است که وام میدن، وام خونه میدن، مورگیج میدن، هفته گذشته اعلام کرد که تعداد اپلیکیشن ها یا تقاضانامه هایی که برای وام خونه های جدید در ماه جون پر شده 15% نسبت به ماه می کاهش پیدا کرده. علت این داستان هم فقط این است که بهره برای مورگیج اینترست ریتش یک کمکی رفته بالا. شما فقط توجه بکنید که با یه مقدار کمی که بهره رفته بالا در یک ماه 15% اپلیکیشن ها میاد پایین، اگر بهره مقدار بیشتری بره بالا تقریبا میشه گفت که این بازار متوقف میشه و همون داستان هایی که سر موضوع ملک و املاک و ریال استیت بهتون گفتیم در ایالت هایی که دچار حباب ریال استیت شدن بروز خواهد کرد. وزارت کار دو تا آمار منتشر کرده، یکی پیرامون تورم در بخش خرده فروشی یا در واقع بیشتر برمیگرده به کالاهای مصرفی که مردم استفاده میکنن. در این زمینه گزارشی که اومده بیرون نشون میده که در ماه جون، ماهی که پشت سر گذاشتیم، CPI Consumer Price Index که معرف تورم در بخش کالاهای مصرفی هست 0.5% رفته بالا، بیشترین افزایشش بوده در 4 ماه گذشته. همینطور گزارشی هم پیرامون افزایش قیمتها یا تورم در بخش عمده فروشی منتشر شد که با شاخصی است به اسم PPI Producer Price Index بهش میگن، شاخص در واقع تولید کننده ها هست و کسانی که در بخش عمده فروشی هستند و تولیدی هستند. در اون زمینه هم در ماه جون تورم 0.8% افزایش پیدا کرده که از ماه سپتامبر گذشته تا به الان بیشترین بوده برای یک ماه. طبیعی است موقعی که تولید کننده ها براشون اجناسی که تولید میکنن گرونتر بشه، دیر یا زود مجبور میشن که این افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل کنن. البته علت افزایش تورم در بخش کالاهای مصرفی بیشتر به خاطر افزایش قیمت بنزین بوده توی هفته‌های اخیر. یه تشکیلاتی وجود داره تو آمریکا مال بیزنس‌های کوچیک یا اسمال بیزنس‌ها که به اسم اسمال بیزنس ادمنستریشن بهش میگن. تقریبا یه حالت سازمانی داره که به امور اسمال بیزنس‌ها رسیدگی می‌کنه، راجع به وضعیت اونها تحقیق می‌کنه و کارهای این شکلی. در هفته‌ای که گذشت این تشکیلات یه گزارشی داده بیرون که از یه بابت فوق‌العاده حائز اهمیت است. اون گزارش هم حاکی از این هست که مهاجرینی که میان به آمریکا، اینها بیشتر از خود آمریکایی‌ها، البته این کشور می‌دونید کشور مهاجرین هست، موقعی میگیم خود آمریکایی‌ها یعنی کسانی که چندین سال یا چند دهه زودتر اومدن اینجا، به هر حال اونهایی که دیرتر اومدن و آمریکایی شناخته میشن، نسبت به اونها مهاجرین بیزنس های تازه بیشتر راه میندازن. به طوری که مثلا در سال 2010 این گزارشی که اینها منتشر کردن نشون میده
از هر 100,000 نفر مهاجر 620 نفرشون در ماه بیزنس تازه راه انداختن. برعکس برای خود آمریکایی ها از هر 100,000 نفر در ماه فقط 280 نفر بیزنس تازه راه میندازند. یعنی در واقع تعداد بیزنس هایی که توسط مهاجرین راه میفته توی این کشور حتی از دو برابر هم نسبت به بیزنس هایی که خود آمریکایی ها راه میندازند بیشتر است. و در ضمن همین گزارش اشاره میکنه که بیزنس هایی که مهاجرین راه میندازند تعداد افرادی که استخدام میکنند خیلی خیلی بیشتر است از تعداد افرادی که آمریکایی ها موقع بیزنس راه میندازند آدم استخدام میکنند. بنابراین حضور مهاجرین در این کشور همیشه در واقع خون تازه ای بوده که وارد شریان های اقتصادی آمریکا شده و بیشترین سهم در رونق اقتصادی آمریکا داشتند. صندوق بین المللی پول یا IMF هر سه ماهی یک بار یک گزارشی منتشر میکنه به اسم Quarterly Outlook یا چشمانداز سه ماهه. کاری که میکنه تو این گزارش میاد اوضاع احوال اقتصادی دنیا را و کشورهای معینی را در برای سه ماه آینده یا کوارتر آینده در واقع پیش بینی میکنه. دور قبل گزارششون تو ماه آوریل اومد بیرون، این گزارش جدیدشون هفته پیش منتشر شده و ارزیابی که نسبت به اوضاع احوال اقتصادی دنیا داشتند نسبت به وضعیتی که در ماه آوریل پیش بینی میکردند یک کمکی بدتر شده و افت پیدا کرده. از جمله توی آوریل ادعا کرده بودند که امسال سال 2013 در مجموع اقتصاد جهانی 3.3% رشد پیدا خواهد کرد، ولی در گزارشی که الان تازه اومده بیرون این درصد آوردن پایین و گفتن که امسال فقط 3.1% اقتصاد جهانی رشد پیدا میکنه. در مورد اقتصاد آمریکا تو گزارش قبلشون که ماه آوریل بود گفته بودن در مجموع امسال اقتصاد آمریکا 1.9% رشد میکنه، تو گزارش جدیدی که اومده بیرون اونم افت پیدا کرده و گفتن که در تا آخر سال اقتصاد آمریکا در طی سال بیشتر از 1.7% رشد نخواهد کرد. در مورد کشورهای اروپایی که میدونید الان اکثر کشورهای اروپایی وارد فاز دوم رکود اقتصادی شدن، دچار دبل دیپرسشن شدن، حتی بعضیشون مثل اسپانیا و یونان دچار دیپرشن اقتصادی هستن، واقعا بحران اقتصادی هستن. بنابراین در گزارشی که ماه آوریل اومده بود بیرون صحبتی از رشد اقتصادی نبود، صحبت از انقباض اقتصادی بود برای کشورهای اروپایی. قبلا گفته بودند که اقتصاد اروپا در مجموع امسال 0.3% افت پیدا میکنه و کنتر میشه، الان گفتن میزان این افت دو برابر شده و به 0.6% رسیده. بنابراین تا وضعیت که اینطور هست برای کشورهای اروپایی هم سیاستهای مشوق اقتصادی استیمولس پکیج ها و هم سیاست کوانتیتیتیو ایزینگ مجبور هستن که اونها هم همین سیاست رو دنبال بکنن. کشورهای اروپایی همینطور که میدونید دستگل بزرگی به آب دادن بعد از بحران سال 2008 و اون هم کاری کردند که در واقع با هیچ عقل و منطقی جور در نمی اومد. شما اگر برید به یک بچه 5 ساله حتی بگید که یا آدمی که مثلا ماهی $2,000 درآمد داره و چون نمیرسونه مجبور میشه پول قرض کنه بدهی بار بیاره، اگر حقوقش بیاد پایین بشه مثلا ماهی $1,800 یا $1,500، همون بچه 5 ساله بهتون خواهد گفت که این آدم مجبور میشه که بدهیش بیشتر بشه و افزایش پیدا کنه. کشورهای اروپایی اومدن یه سیاست احمقانه ای رو دنبال کردن به اسم ریاضت اقتصادی یا austerity measures در واقع، که معلوم نیست چرا انتظار داشتن که با دنبال کردن این سیاست بتونن بدهی کشورهای اروپایی رو بیارن پایین تر. الان بعد از چند سال که این سیاست رو دنبال کردن همون چیزی که عقل سلیم میگفت از اول، الان اینها مجبور شدن یک بار دیگه در واقع ثابتش بکنن. اونم این بود که سیاست ریاضت اقتصادی نه تنها بدهی رو پایین نمیاره بلکه باعث میشه بدهی هم افزایش پیدا کنه. چند تا کشور رو به طور مثال در نظر میگیریم که قبلا بدهیشون نسبت به بنیه و رشد اقتصادیشون چند درصد بوده، الان بعد از این سیاست ریاضت اقتصادی چقدر شده. یونان قبلا 113% بود، الان رفته بالا شده 157%. ایتالیا 40% بود، حالا شده 84%.
ببخشید اسپانیا 40% بود، شده 84%. ایتالیا 106% بود، حالا شده 127%. فرانسه 68% بود، حالا شده 90%. حتی آلمان که قبلا میزان بدهیش به رشد اقتصادیش 67% بود، الان رسیده به 82%. این از وضعیت بدهی. وضعیت بیکاری هم که تو تمام کشورهای اروپایی بدتر شده، الان به طوری که اسپانیا 27% بدهی داره، پرتغال 17% داره، ایتالیا 12% بیکاری داره و تازه این در کل جامعه است. برای جوانها مثلا در اسپانیا بیکاری در بین جوانهای کمتر از 25 سال رسیده به 56.5%، تو یونان هم بیکاری در بین جوانهای زیر 25 سال رسیده به بالای 59%، 59.2% از جوانهای این کشور بیکار هستند. در این حیث و بیس اداره آمار اتحادیه اروپا، بهش میگن یورستات، یه گزارشی داده در مورد کشورهایی که در حوزه پولی یورو هستند و آخرین گزارشش مربوط به ماه می هست، نشون میده که در این کشورهایی که از پول واحد اروپا یورو استفاده میکنند، بیکاری در ماه می رسیده به 12.2% و تو این کشورها جمعاً 19,340,000 نفر بیکار هستند. در تعریف جنون و دیوانگی قبلا خدمتتون عرض کردم، میگن که آدم یه کاری رو مشابهی رو هی تکرار کنه و انتظار داشته باشه نتیجه متفاوتی بگیره. حالا این از اول روشن بود که سیاست ریاضت اقتصادی به کجا میکشه، در عمل هم ثابت شد. حالا جالبیش اینه، آمریکا که سال 2008 سیاست خوبی دنبال کرد، دنبال ریاضت اقتصادی نرفت، از پارسال تا از اواخر پارسال اوایل امسال شروع کرده سیاست ریاضت اقتصادی رو به اشکال مختلفی دنبال میکنه و به همین دلیل هم است که این اواخر میبینید اطلاعاتی که راجع به اقتصاد منتشر میشه هی داره بدتر و بدتر میشه و بوی خوشی ازش نمیاد، چون که دارن همین سیاست پوچ و بیفایده ریاضت اقتصادی رو دنبال میکنن. اینها مهمترین خبرهای هفته گذشته بود. مثل همیشه در این قسمت از برنامه یادآوری میکنیم که برنامه های تلویزیونی نبض بازارهای مالی هر سه شنبه شب به وقت لس آنجلس از این کانال ساعت 8:15 شب 8:30 به صورت زنده پخش میشه و همین برنامه روزهای یک شنبه باز به وقت غرب آمریکا لس آنجلس ساعت 5 بعد از ظهر تکرار میشه. معلبس برای دوستانی که ممکنه ساعت کارشون و اوضاع احوال زندگیشون طوری باشه که نرسند سر ساعت این برنامه را نگاه کنند یا حتی تکرارش، این برنامه ها از طرف مؤسسه ایرانیان فاینانشال تایمز که آدرس اینترنتیشون هست ایرانیان اف تی، مخفف فاینانشال تایمز، iranianft.com هست، هم روی سایتشون قرار میگیره، هم روی فیسبوکشون و هم از طریق اون شبکه روی یوتیوب هم قرار میگیره. و در ضمن چون که برنامه‌های این شبکه تلویزیونی از طریق ماهواره فقط برای آمریکا و کانادا پخش میشه، برای دوستداران این برنامه در خاورمیانه، در آمریکای لاتین، در آسیا و بقیه نقاط دنیا از طریق کانال GLVs که برنامه‌های تلویزیونی ایرانیان فاینانشال تایمز رو پخش می‌کنه، که برنامه‌های تلویزیونی این مؤسسه با مدیریت خانم آزیتا شیرازی پخش میشه و خودشون هم چهارشنبه شب‌ها مثل فردا ساعت 9:30 تا 10:30 شب تو همین کانال برنامه دارن. به هر حال از طریق کانال جی ال ویز، کانال از شبکه جی ال ویز کانال 175 برای دوستانی که در این ور اون ور دنیا هستن، به طور ثابت هر پنج شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر به طور ثابت این برنامه پخش میشه و تکرار میشه. و باز در همون کانال جی ال ویز شماره 175 در طی هفته هم چند بار دیگه تکرار میشه تا دوستان ما در این ور اون ور دنیا، چه آسیا باشن، چه آمریکای لاتین، چه خاورمیانه، چه جاهای دیگه، بتونن این برنامه را ببینن. خبر رو در ضمن بازم یادآوری کنم که بعضی از دوستان میگن ما جی ال ویز نداریم، لازم نیست شما حتما جعبه جی ال ویز رو داشته باشید، میتونید از طریق کامپیوتر هم به جی ال ویز دسترسی پیدا کنید. glviz.com رو کامپیوترتون برید، بعد میتونید تمام شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان رو اونجا ببینید، از جمله همین کانال 175. خبر و نکته دیگری نبود، میریم سراغ بخش دوم برنامه امشب، بخش سود و سرمایه.
در بخش دوم برنامه امشب هستیم، بخش سود و سرمایه، و مطلبی داریم به اسم وام‌های دانشجویی، روزنه‌ای برای رهایی. در مورد student loan یا وام‌های دانشجویی، همونطور که میدونید یکی از اون وام‌هایی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ دوز و کلکی از دستش نمیشه در رفت و فرار کرد. یعنی حتی اگر کسی بره بانکراپسی هم اعلام بکنه، اعلام ورشکستگی هم بکنه، باز بدهی هایی که برای وام های دانشجوی خودش داره پاک نمیشه و از بین نمیره. وام های دانشجوی هم همینطور که میدید متاسفانه سال به سال هی داره بیشتر میشه. هم شهری ها داره گرونتر میشه، هم سایر مخارج تحصیلی داره میره بالا. و اون وقت در گذشته ها موقعی که دانشجوها وام میگرفتن، اول مقدار وامشون کمتر بود، یکی. دومی که موقعی که از مدرسه، از کالج، دانشگاه میومدن بیرون، چون اوضاع اقتصادی مناسب و رو به راه بود، میتونستن سریعا کار پیدا کنن. اولا بعد کارهایی که پیدا میکردن کارهایی بود که در حقوقهای خوب میدادن و به نتیجه هم کار بود، هم درآمد خوب بود و هم وامها کمتر بود، راحت تر بود براشون که این وامها را پرداخت کنن. ولی الان شهری ها که دائم داره گرونتر میشه، بقیه مخارج هم مثل خوابگاه و کتاب و بند و بساط هم که دائم داره افزایش پیدا میکنه، بنابراین یه نفر که فقط یه لیسانس میگیره از دانشگاه میاد بیرون در یه رشته خیلی خیلی معمولی، حداقل یه 100,000 دلار مینیمم بدهکار میشه. اگر رشته های بهتری هم بخواد بخونه که میزان بدهیش میرسه به 200,000 دلار. بعد هم شرایط اقتصادی توریس الان که موقعی که جماعت از دانشگاه یا از کالج میان بیرون نمیتونن کار پیدا کنن به راحتی، اولا. بعد کارهایی هم که پیدا میکنن معمولا کارهایی مثل گذشته ها که، البته من استثناء ها رو صحبت نمیکنم، همیشه استثناء وجود داره، به طور عمومی که داریم صحبت میکنیم، کارهایی هم که پیدا میکنن کارهای آنچنانی با درآمدهای خیلی بالا نیست و در نتیجه واقعا پرداخت این وام های دانشجویی براشون یه چیز خیلی خیلی کمرشکن و طاقت فرسایی شده که انواع و اقسام دردسرها و گرفتاری ها رو براشون درست میکنه. آدم های خیلی زیادی که با دفتر ما در تماس هستن، خیلی هاشون قسم میخورن الان 14-15 ساله از دانشگاه اومدن بیرون، هر ماه هم دارن یک عالمه پول این وام های دانشجویی رو میدن. الان پشت سرشونی که نگاه میکنن، این وام ها خیلی وقتا نه تنها کمتر نشده، بیشتر هم شده. دلیلش این است که راجع به compounding interest یا بهره مرکب قبلا صحبت کرده بودیم که یکی از بهترین راه‌های افزایش سرمایه این است که آدم از این شیوه compounding interest استفاده کنه که در زمان طولانی حتی اگر بهره‌ای که نصیب آدم میشه، اینترستی که آدم میگیره خیلی هم زیاد نباشه، ولی اگر از این روش آدم استفاده بکنه در سالهای طولانی میتونه مبالغ خیلی کمی را افزایش بده و رشد خیلی خوبی برای پول خودش پیدا کنه. این compounding interest همونطور که اگر موقعی که آدم نصیبش میشه به نفع آدمه و رشد خوبی برای سرمایه آدم پیدا میشه، موقعی که قرار هست آدم این بهره رو پرداخت کنه مثل وامهای دانشجویی یا وامهای دیگه، به ضرر آدم رفتار میکنه، چون اینجا compound میشه این بهره، منتها به نفع کسی که به ماها وام داده، به نفع کسی میشه که ماها ازش وام گرفتیم دوران دانشجوییمون یا برای هر مقصد و منظور دیگری. رو همین است که این وام ها هی اضافه تر و اضافه تر میشه و پرداختشون مشکل میشه. حالا یه روزنه امیدی پیدا شده. روزنه امید هم اول بگم داستان چی بوده، بعد ببینیم چطوری میشه از این داستان استفاده کرد. یه فردی به اسم مایک هودلند، ایشون در سال 1997 مدرسه حقوق یا لا اسکول رو تموم میکنه. سال 97 که ایشون کارشون تموم میشه، میرن دنبال این که امتحان بار بدن. بار اول که امتحان میدن قبول نمیشن، میرن باز درس میخونن، آماده میکنن خودشون. بار دوم هم امتحان میدن قبول نمیشن. بار سوم دیگه میشینه حسابی خودکشی میکنه و شب و روز و وقت و بی وقت میخونه و خودشو برای بار آماده میکنه. منتها روزی که قرار بوده بره امتحان بار بده، گویا کلیدشو توی ماشینش جا میذاره و به همین دلیل گیر میکنه تا میخوام بیان و کلید ماشینشو بکشن بیرونشون بتونه راه بیفته، وقت امتحان میگذره و به امتحان نمیرسن بار سوم. به نتیجه ایشون دیگه از خیر و شر دادن امتحان بار میگذره و ول میکنه، میره یه کار دیگه پیدا میکنه که گویا سالی 40,000 دلار بهشون حقوق میدن. بعدشون هر کار میکنند، یعنی از همون سال 97 تا سال 2012 بار سال 15 سال میشه، هر ماه پول این وام که دوران دانشجویی گرفته بودن میدن،
گویا 100 هزار دلار وام دانشجویی داشتن، بعد از 15 سال که هر ماه داشتن پول این وامو پرداخت می‌کردن، تازه این وام گویا میرسه به مبلغ 85 هزار دلار. بعد طرف میبینه آقا این اصلا زندگیش کلافه شده، نمیگذره و با این روشی که داره میره پیش تا آخر عمرم دیگه نمیتونه این وام رو پرداخت کنه. بعد پولی هم که برای وام میده ضربه میزنه به زندگیش و سطح زندگیش رو پایین میاره و نمیتونه یه استفاده خوبی از حقوق خودش بکنه تو زندگیش. در نتیجه میاد وکیل میگیره، میره دادگاه و وکیل یک شیوه خیلی خوبی رو در دادگاه پیش میبره برای دفاع از این موکل خودش. اونم این است که میره به دادگاه اعلام میکنه شما نگاه کنید، این آدم از همون سال اولی که اومده بیرون رفته کار گرفته، از همون اولین حقوقی هم که گرفته شروع کرده هر ماه قسط میده، وام دانشجویی رو داره پرداخت میکنه، زندگیش هم نگاه کنید یه زندگی کاملا متوسطی داره، اهل ولخرجی نیست، خرجای عجیب و غریب نکرده، مسافرت‌های آنچنانی نرفته، ماشین‌های خیلی پرزرق و برق آنچنانی نخریده. گویا ایشون یه ماشین اکسپلورر سال 1996 داشتن که هنوز هم سوار میشن، یعنی نرفته برای خودش رویز رویز و BMW و نمیدونم پرشو از این صحبت‌ها بخره. و با این وضع میگه آقا ایشون اصلا هیچ امیدی به این که زندگیش بهتر بشه نداره. خلاصه داستان این بوده. به هر حال ایشون توی دادگاه همچین مطلبی وکیلشون پیش میکشه و در اواخر ماه می، همین ماه می که همین سالی که توش هستیم، دو ماه پیش، شعبه 9 دیوان تجدید نظر سکوت 9 آف کورتس آف اپیل توی کالیفرنیا در شهر پاسادنا، قاضی دادگاه به نفع ایشون رأی میده و تصمیم میگیرن به حکم دادگاه که میزان وام دانشجویی ایشون رو که 85 هزار دلار بوده 53 هزار دلارش رو به دستور دادگاه کم میکنن و کل وام رو براشون میرسونن به 32 هزار دلار. مثل اینکه دو تا وام بوده، یکیش قرار میشه ماهی 50 دلار بده، اون یکی مثل اینکه ماهی 100 دلار تا تموم بشه، یعنی تقریبا میشه گفت بیشتر از 60-70% در واقع وام ایشون رو میاره پایین. حالا چطوری این داستان میتونه مورد استفاده بقیه قرار بگیره؟ همینطور که میدونید در محاکم قضایی در ایران هم بود، در اینجا هم هست، یه شیوهی وجود داره به اسم رویه قضایی که خلاصش این میشه که اگر یک اتفاقی افتاده باشه، کسی شکایت کرده باشه، کسی دوباره داستانی رفته باشه در هر جای آمریکا و دادگاه یه رأی داشته، رأی داده باشه، اگر مورد مشابهش پیش بیاد، وکیل معمولا میتونه به همون مورد مشابه رجوع بکنه و از قاضی دادگاه بخواد که در اون خصوص هم رأی مشابهی بده. این کارم به این دلیل میکنند که به اصطلاح میخوان انصاف و عدالت و برابری برای همه حفظ بشه، که اگر فرزن من رفتم یه وامی گرفتم، حالا زیر وامم گیر کردم، مثل این مورد مثلا قاضی دادگاه اومده همچین رأی داده، ببخشید، اگر کسانی هم در شرایط مشابهی قرار بگیرند به همین رأی این دادگاه در شهر پاسادنا ایالت کالیفرنیا استناد بکنند، به احتمال خیلی 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 زیاد میشه ازش استفاده کرد و وام دانشجویی خودتون رو 60-70% حداقل بیاریدش پایین و کاهش بدید. منتهای مراتب یادتون باشه که اگر کسی قرار باشه از این شیوه استفاده کنه، یکی دو مورد رو حتما باید رعایت کنه. اول اینکه حتما وکیل خیلی خوب داشته باشه، وکیل علکی به درد این داستان ها نمیخوره، وکیل مجرب و کارآزموده ای میخواد، وکیل خوب استخدام کنید که بتونه دنبال این داستان رو براتون بگیره. دوم اینکه باید بقیه شرایطش هم داشته باشید، یعنی شما هم نشون بدید که اگر همچین وامی دارید که از موقعی که اومدید بیرون و کار پیدا کردید به طور مرتب شروع کردید قسطای وامتون رو میدادید، اهل بلخرجی نیستید، زندگی پرزرق و برق برای خودتون راه ننداختید، خرجهای عجیب و غریب و مسافرتهای آنچنانی نمی کنید، ماشینها و خونه های گران آنچنانی را خرج نکردید، یه زندگی کاملا معمولی و خوب و مناسب و سالمی دارید و در این حال تلاش هم کردید که همیشه وامهای دانشجوی خودتون را سر موقع پرداخت بکنید، ولی هرچی می دید تموم نمیشه، اون وقت به احتمال تقریبا میشه گفت 100% میتونید مطمئن باشید که در این خصوص هم در شرایط مشابه با استناد به همین حکم دادگاه در پاسادنای کالیفرنیا، قاضی که در هر جای آمریکا هم هستید فرق نمیکنه، میتونه به همین حکم استناد بکنه و وام دانشجویی شما را 60-70% حداقل شاید هم بیشتر براتون بیاره پایین.
امیدوار هستم که به هر حال اگر در بین بینندگان این برنامه دوستانی هستن که وام های دانشجویی براشون دردسر درست کرده و زندگیشون رو مختل کرده، بتونن از این شیوه استفاده کنند و کارو بکشونن به دادگاه با گرفتن یه وکیل خوب و وام های دانشجویی خودشون رو حسابی کاهش بدن. در این قسمت از برنامه یادآوری میکنیم که دفتر نبض بازارهای مالی تمامی خدمات مالی و اقتصادی را در همه زمینه‌ها و زیر یک سقف عرضه میکنه. اگه کسی میخواد با لیست کامل این خدمات آشنا بشه میتونه به سایت ما مراجعه کنه. آدرس سایت ما هست pulseoffinancialmarkets.com. آدرس سایت رو صفحه تلویزیون میبینید، pulseoffinancialmarkets.com. روی سایت که برید سمت چپ سایت، همون صفحه اول، لیست کامل خدماتی که دفتر ما عرضه میکنه باش آشنا میشید که خلاصش عرض کنم، همون که عرض کردم، تمامی خدمات رو ما عرضه میکنیم، چه به دنبال این باشید که روی پولی که دارید درآمد ثابت میخواید، منتها جای 100% مطمئن بخواید، این کار رو براتون انجام میدیم. اگه میخواید برای دوران بازنشستگیتون اقدام بکنید، بهترین برنامه های بازنشستگی رو داریم. اگه برای آینده فرزندانتون میخواید سرمایه گذاری کنید، پس انداز کنید، حالا چه برای دوران تحصیل باشه، چه میخواید کودک فرزند شما کار آزاد داشته باشه، به اون روش، به هر حال، به هر طریقی که خودتون بخواید، بهترین شیوه های پس انداز را برای آینده فرزندتون و سرمایه گذاری، پورتفولیوهای مخصوص این کار داریم. اگر میخواید سرمایه‌تون رشد کنه، بهترین زمینه‌های مختص سرمایه‌گذاری را نه فقط در آمریکا بلکه در سطح بین‌المللی که از تخصص‌های منحصر به فرد و ویژه دفتر نبض بازارهای مالی هست ما عرضه می‌کنیم. اگر در بخش ریال استیت همینطور خرید و فروش مستغلات چه تجاری چه مسکونی، رزیدنشال و کامرشال، دفتر ما انجام میده و همینطور گرفتن وام، لون برای هر دو مورد، وام رزیدنشال و وام کامرشال را انجام میدیم. بیمه های مختلف مثل بیمه عمر، لایف اینشورنس، بیمه از کار افتادگی، دیسیبلیتی اینشورنس و و و. حالا دیگه وقتتون رو بیشتر از این نگیرم. با مجموعه اینها همه زمینه هایی است که دفتر نبض بازارهای مالی عرضه میکنه که یا با مراجعه به سایتمون میتونید با همش آشنا بشید، یا اگر تمایل داشته باشید روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با تلفن دفتر ما تماس بگیرید. تلفن دفتر ما هم باش آشنا هستید، هست 310-407-5300، 310-407-5300. و باز هم و مثل همیشه یادآوری میکنم، نمیدونم چرا علی‌رغم این یادآوری ها باز بعضی از دوستان اونطوری که باید شاید توجه نمیکنن، اونم این است که اگر در ساعات غیر اداری در روزهای تعطیل تلفن کردید یا زمانی که به هر حال تلفن کردید و ما گرفتار بودیم نتونستیم همون وقت باهاتون صحبت کنیم و مجبور شدید پیغام بذارید، محبت کنید که پیغام های خودتون را خیلی شمرده و واضح. بعضی از دوستان چنان پای تلفن تند صحبت میکنن که بعدن چند نفر کاشف رمز میخواد بفهمه اینا چی گفتن یا چی حرفی زدن یا چه شماره ای دادن. لطفاً شماره تلفن خود رو خیلی واضح و شمرده حتی المقدور به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر کنید و بعد هم لطف کنید و متذکر بشید از چه شهری، از چه ایالتی و از چه کشوری زنگ میزنید و ساعتی که میتونیم باهاتون تماس میگیریم هم ذکر کنید. در اولین فرصت حتما باهاتون تماس خواهیم گرفت. بعد در ضمن اگر کسی سوالی و پرسشی یا پیشنهادی راجع به برنامه داره از طریق ایمیل ما میتونه با همون تماس بگیره. ایمیل ما هم هستش info@pulseoffinancialmarkets.com. آدرس ایمیل رو هم رو صفحه میبینید، info@pulseoffinancialmarkets.com. و باز و مثل همیشه تکرار میکنیم که ما فقط و فقط و فقط به ایمیل های جواب میدیم که از ایمیل شخصی افراد ارسال بشه، به ایمیل هایی که از روی سایت زده بشه به دلایلی که در گذشته ها گفتیم و دیگه تکرار نمی کنیم متاسفانه قادر به جواب دادنش نیستیم. یک خواهش دیگه هم باز از همه دوستان دارم و آنم این است که با اینکه الان فکر کنم این هفته شد ششمین هفته ای که ما برنامه تلویزیونی تو این کانال شروع کردیم، هنوز بسیاری از دوستداران برنامه گویا متوجه این نقل و انتقال نشدن و هی زنگ میزنن که پس این برنامه است کی از سر گرفته میشه، بی خبر هستن. لطف کنید به دوستان و علاقمندان این برنامه از طریق خودتون با تلفن، با ایمیل، به هر شکلی که میدونید جای جدید این برنامه که کانال تصویر ایران باشه و ساعت‌های جدیدش را که شنبه ها 8 و ربع شب باشه و یک شنبه ها 5 بعد از ظهر باشه اطلاع بدید. قبلا از همتون تشکر میکنم. این بخش از برنامه هم تموم شد.
میریم سراغ بخش پایانی برنامه امشب. در بخش پایانی برنامه امشب هستیم، بخش کلام آخر و آخرین کلام. چند تا نکته هست که راجع به این برنامه و راجع به پورتفولیوهایی که عرضه می‌کنیم باهاتون صحبت کنیم. خیلی مختصر راجع به هر کدومشون یه توضیحاتی بدم. فقط قبلا یادآوری بکنم که اگر دوستانی هستن در بین بینندگان این برنامه که به هر دلیلی به مسائل مالی و اقتصادی علاقه‌مند هستن و مایلند که دائما در جریان تحولات و کشمکش های دنیای پول و سرمایه باشند، میتونن رادیوی اینترنتی نبض بازارهای مالی رو مشترک بشن. این رادیو اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان ویژه مسائل اقتصادی و مالی است که الان 7-8 سال شروع به کار کرده. این برنامه هر روز، این رادیو یعنی هر روز برنامه پخش میکنه، منتها این رادیو جنبه سابسکریپشن و اشتراکی داره که اگر کسی خواست این رادیو رو مشترک بشه، کماکان میتونه به سایت ما سر بزنه، parsafinancialmarkets.com. روی سایت که برید هم به زبان انگلیسی نوشتیم ساین اپ، هم به زبان فارسی نوشتیم اشتراک رادیو. هر کدومو که کلیک کنید فرم مخصوص ثبت نام میاد، ثبت نامتون که تموم شد بهتون یوزرنیم و پسورد میدن و نه تنها هر روزه میتونید این برنامه رو گوش کنید، بلکه به آرشیو کامل این برنامه مال چندین سال گذشته هم چه در بخش اخبار و گزارش‌های روزانه و چه در بخش گزارش‌های ویژه دسترسی پیدا خواهید کرد. مطالب و موضوعاتی که در رادیو اینترنتی ما مطرح میشه، مطالبی است کاملا انحصاری و اختصاصی برای شنوندگان رادیو و اون مسائل ویژه و اختصاصی و انحصاری رو ما در برنامه‌های تلویزیونی مطرح نمی‌کنیم. دلیلش هم این است که دوستانی که رادیو رو مشترک میشن براش ماهانه پول پرداخت میکنن و حق تقدم دارن که مسائل خیلی خیلی حاد و شنیدنی رو اونجا و مخصوص خودشون بشنون. بسیاری از ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های ما در چند سال گذشته فقط در رادیو مطرح شد، مثل زمانی که پیش‌بینی کردیم کمپانی جی ام بانکراپت خواهد شد در اوایل سال 2007 که بعداً دیدیم شد و دوستانی که اون برنامه رو گوش کرده بودن با همون اطلاعات سود بسیار خوبی تو بازار کردن. زمانی که راجع به فیسبوک صحبت کردیم، می‌خواست آی پی او بشه، در رادیو به طور انحصاری و اختصاصی صحبت کردیم که چرا سراغ آی پی او نرید، ضرر خواهید کرد، نتایجش رو دیدید. زمانی که پیش بینی کردیم که فنیمی و فردی مک ضربه های شدید خواهند خورد و استاکشون شدیداً سقوط خواهد کرد، این پیش بینی ها در رادیو صورت گرفته بود. کسانی که شنونده اون برنامه ها بودن سودهای کلان با همون پیش بینی ها کردند. همینطور و البته لیستش خیلی خیلی زیاد هست، یه روز فقط بخوام راجع به ارزیابی هایی که در رادیو داشتیم و سودهایی که نصیب شنوندگان رادیو شده با اطلاعاتی که در اونجا مطرح کردیم چند برنامه خالی و تنها رو فقط باید به همون مسائل اختصاص بدیم. و خواستم یادآوری بکنم که مطالب رادیو کاملا جنبه انحصاری و اختصاصی برای شنوندگان رادیو داره. هم میشه ماهانه مشترک شد، هم 6 ماهه و هم 1 ساله. اگر کسی 6 ماه مشترک بشه 1 ماه مجانی میگیره، اگر 1 ساله بشه در واقع پول 10 ماه را میده ولی 1 سال گوش میکنه 2 ماه مجانی میگیره. در میان پورتفولیوهایی که داریم، یکی گلدن پورتفولیوی ماست که ویژه سرمایه گذاری در سکه های معین و مشخص فلزات قیمتی است که اون را با وسواس خاصی و با اطلاعات دست اول و نابی که از بولیون بانک های لندن میگیریم تهیه میکنیم اون پورتفولیو را. بولیون بانک های لندن بانک هایی هستند که قیمت پرشس متالز و فلزات قیمتی را در سطح جهانی در دو نوبت در روز اونها تعیین میکنند و به نتیجه قادر هستن که به ما بگن کدام سکه ها را انتخاب کنیم، چه تناسب و ترکیبی را بین فلزات مختلف مثلا طلا، مثلا نقره، پلاتینیوم یا پالادیوم استفاده بکنیم. و الان که قیمت ها به خاطر کارکشنی که سر راه بوده پیش اومده تا اینجا پیش پایین اومدن، با قیمت های امروزی این پورتفولیو در چند سال آینده حداکثر در 3 ماکسیموم 5 سال، ولی حدس قویه من بر این است که در 3 سال آینده حداقل
400% سود خالص بدون سر سوزنی ریسک خواهد داشت. یعنی هر 100 هزار دلاری رو میشه به 500 هزار دلار تبدیل کرد یا هر 10 هزار دلاری رو به 50 هزار دلار با استفاده از این پورتفولیو تبدیل کرد. یه پورتفولیوی خیلی ویژه و مخصوص داریم که اگر کسی میخواد ازش استفاده کنه بهتره تا دیر نشده، چون در این پورتفولیو دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی تعداد واحدهایی که خریداری میشه، یکی زمانی که پیش رو هست. این پورتفولیو یه پورتفولیویی است که زمانی که ما باهاش مواجه شدیم با این سرمایه‌گذاری معین، به قول آمریکایی‌ها اولش میگن too good to be true، خود ما هم فکر میکردیم واقعا too good to be true، ولی انقدر چشم‌اندازش جذاب و گیرا بود که نمیتونستیم ازش صرف نظر بکنیم. تیم تحقیقاتی بزرگی را مسئول بررسی این مسئله کردیم، با صرف هزینه‌های سنگین تا 100% مطمئن شدیم، با محاسبات دقیق ریاضی تا آخرین سنت را حساب کردیم که اگر یک مقدار معینی پول که اوائلی که این را پیدا کردیم، مقداری که باید اختصاص میدادیم خیلی خیلی کم بود، فقط 10,000 دلار بود، تبدیل میشد به 603 میلیون دلار. دقیق میشنوید، 603 میلیون دلار و خورده یه کمی بیشتر که الان خوردهش یادم نیست. الان البته اون واحدهای خورده گرونتر شدن تو همین فاصله، در عرض 2.5 سال گذشته بیشتر از 300% رشد کردن. اوائلی که اینو پیداش کرده بودیم هر واحد اون سرمایه گذاری 25 دلار بود، الان به 85 دلار همچین چیزی رسیدن. به هر حال تا دیر نشده، اگر کسی بخواد، هنوز که هنوز است، با مبلغ مختصری سرمایه در واقع میتونه یک آینده 100% خوب آنچنانی بی‌نظیر تأمین شده را برای فرزندان خودتون بخرید. تنها شرطش این است که کسی باید سراغ این پورتفولیو بیاد که آمادگی صبر کردن تا آخرین روز، یعنی تا 31 دسامبر 2040 را داشته باشه. اگر کسی اهل همچین صبر و حوصله‌ای نیست، این پورتفولیو به دردش نمیخوره. با توجه به وضعیتی که در دنیای امروز میبینید، با وضعیت اقتصادی، با شهریه‌های گران، با وام‌های دانشجویی که صحبتشو کردین، شمایی که حاضرید برای بچه هاتون به هر در و دیوار و به هر آب و آتشی بزنید، میتونید از این روش استفاده کنید و چندین سال دیگه موقعی که بچه های شما به سن نوجوانی میرسن یا ماکسیموم به میان سالی میرسن، حداقل 600 میلیون دلار پول رو براشون آماده در با استفاده از این پورتفولیو کنار بذارید. یه پورتفولیوهای دیگری داریم که مخصوص وارنت بعضی از کمپانی ها و بانک هاست. در واقع وارنت ها قبلا البته در برنامه هایی که گذشته که داشتیم مفصل توضیح دادیم و حتی دونه دونه سرش بحث کردیم که تحت چه شرایطی چقدر میتونه رشد پیدا کنه. به طور خیلی خلاصه بخوام بگم وارنت چی هست، اینجوری کار میکنه. شما فرض کنید یه استاک مشخصی توی بازار الان باشه، قیمت این استاک باشه 10 دلار. بعد وارنت که میفروشن، میان مثلا به شما وارنت اون کمپانی رو میفروشن فرضاً 13 دلار یا 14 دلار، بعد در مقابلش به شما این حق رو میدن که از الان تا چند سال دیگه، مثلا 6 سال دیگه، 5 سال دیگه، هر چقدر که قیمت این استاک بره بالا، دیگه مهم نیست قیمتش تو بازار چقدره، شما میتونید اونو مثلا به 12 دلار بخرید. یعنی ما به مثال فقط فرض کنید کمپانی اپل که دیدید تا چند وقت پیش قیمت سهامش رسیده بود به 700 دلار، حالا اومده پایین‌تر نزدیک 470-80 دلاره. یه زمانی هم بود قیمت سهام اپل مثلا 20 دلار بود. اگر کسی رفته بود اون وقت وارنت اپل رو خریده بود، مثلا بهش این حق رو میدادن که هر وقت دلش خواست بتونه بیاد سهام اپل رو مثلا به 30 دلار بخره. بعد خب این آدم میتونست بیاد از اون استفاده کنه، موقعی که سهام اپل رسیده بود به 700 دلار، خودش بره 30 دلار بخره، 700 دلار بفروشه. اینها همچین وضعیتی دارن، سناریوهای مختلفی میتونه براشون اتفاق بیفته. حداقل سودی که میتونه به بار بیاره 350%. این البته در یکی از برنامه ها ما به طور مشروع دونه دونه بررسی کردیم که اگر چی بشه حداقل است، اگر چی بشه متوسط است و بهترین حالتش چیست. به هر حال دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم سرش زیادی توضیح بدم، مگر اینکه در برنامه های آینده وقت باشه و کسانی بخوان مجددا بشنون حتما سرش صحبت میکنیم. ولی این وارنت ها کاری که میکنن، حداقل سودی که میتونن به بار بیارن 350%، یعنی هر 100 هزار دلاری تبدیل بشه به 450 هزار دلار، یا 10 هزار دلار بشه 35 هزار دلار. به طور متوسط اگه رشد پیدا کنه 700% رشد میکنه، یعنی هر 100 هزار دلاری بشه 800 هزار دلار، یا هر 10 هزار دلاری بشه 80 هزار دلار.
و بهترین حالتش که احتمالش هم خیلی بالاست، بالای 1000% رشد خواهد کرد. یعنی هر 100,000 دلاری تبدیل بشه به 1,000,000 دلار، یا هر 10,000 دلاری تبدیل بشه به حداقل 100,000 دلار. اینها زمینهای خیلی خوبی است اگر کسی بخواد از وارنت استفاده کنه. یه پورتفولیو داریم، اسمش رو گذاشتیم پورتفولیوی اسپکولیتیو یا سوداگرانه. منظور از اسپکولیتیو چیه یا سوداگرانه؟ اینها به سرمایه گذاری هایی میگن که برخلاف سرمایه گذاری های معمولی است. تفاوت بزرگش با سرمایه گذاری های معمولی این است که در این زمینه ریسکش از حد معمول بالاتره، منتها سودهایی هم که میتونه به بار بیاره کاملا نجومی است و از حد تصور و تخیل آدم خیلی خیلی بیشتر هست. یه زمانی در یکی از همین برنامه‌ها که راجع به این مسئله اسپکولیشن و سوداگری صحبت کردیم، یه مثال براتون زدیم راجع به یه کمپانی واقعی، اونم کمپانی رویال گولد بود. البته موقعی که رویال گولد اومد توی بازار هیچ کس نمیدونست که آیندهش چه خواهد شد. اگه کسی میرفت سراغش، سرمایه گذاریش کاملا جنبه اسپکولیتیو داشت، چون خیلی از کمپانی‌هایی که در کار معادن هستن میان بعدن کارشون نمیگیره، بعد از چند سال ضربه میخورن، ورشکست میشن، دچار دردسر میشن، بعضیاشون هم موفق میشن و حسابی موفق میشن. یه نمونهش همین کمپانی رویال گولد بود که اگر همون اولی که اومد توی بازار کسی رفته بود فقط 1,000 تا 1 دلاری 1,000 دلار داده بود و تو این کمپانی سرمایه گذاری کرده بود، الان اون 1,000 دلارش به بیشتر از 1,000,000 دلار تبدیل شده بود. اینها را بهشون میگن سرمایه گذاری های اسپکولیتیو، که زمینه هایی هست در زمینه گاز، منابع طبیعی، مخصوصا در دو حوزه گازی که در دریای مدیترانه در اسرائیل پیدا شده، آینده بسیار درخشانی داره، و چند تاشون هم در زمینه کمپانی هایی هستن که در امور طلا و نقره و غیر و زاله کار میکنن. این به درد کسی میخوره موقعی هم که میگم به اصطلاح ریسکش بالاست، یعنی اینکه فرض میکنه یه نفر بره 1,000 دلار پول تو یکی از این موارد بگذاره، یه وقت ممکنه که از این 1,000 دلار 500-600 دلار رو خودش از دست بده، یعنی ریسکش اینه. ولی در صورت موفقیت این پروژه ها، اون 1,000 دلار دیگه مثل مورد رویال گولد میتونه به 500,000 دلار، 1,000,000 دلار، 2,000,000 دلار بیشتر هم تبدیل بشه. اگر یه بخشی از سرمایه برای اسپکولیشن دارید، استفاده از این پورتفولیوی اسپکولیتیو یا سوداگرانه در آینده بسیار بسیار میتونه به کمکتون بیاد. بعد پورتفولیوهای مخصوص درآمد ثابت داریم برای کسانی که خواستار این باشن که روی پولی که دارن مایلن یه درآمد ثابتی ماهانه دستشون بیاد و ازش استفاده بکنن، که البته اینها بر حسب شرایط و زمان و مکان فرق میکنه. مثلا چند سال پیش و از طوری بود، دوستان شاهد هستن که تو این برنامه‌ها راجع بهش صحبت کرده بودیم و دوستانی که اومدن ازش استفاده کردن، موقعی که تو بانک‌های آمریکا اگه پولتون رو می‌ذاشتید سیدی 1% بهتون بهره می‌دادن، جاهایی بود که سالانه 18% با تضمین دولتی میشد ازشون بهره گرفت و برای اون دوستان در اون سالها از اون روش استفاده کردیم. چند مورد در 2-3 سال گذشته پیدا شده بود که سالانه 19% میشد ازشون بهره بگیریم، که استفاده هم کردیم، ولی دیگه کم کم فکر کردیم باید آخراش باشه، نمیخواستیم ضرر کنیم، اونها رو کنار گذاشتیم. الان به خوبی سالهای گذشته نیست، ولی بهره‌هایی که ما سراغ داریم در بازارهای بین المللی حداقل 4 تا 5 برابر بهره‌هایی است که در داخل آمریکا میشه به دست آورد. اگه کسانی خواستار کسب درآمدهای ثابت هستن، میتونن از این پورتفولیوی فیکس اینکام استفاده بکنن. البته پورتفولیوهایی که ما داریم در واقع همشون جنبه، چون خیلی وقتا دوستان بعد از اینکه راجع به پورتفولیوها صحبت کردیم میرن سراغ سایت ما و نشانی از این پورتفولیوها روی سایت پیدا نمی‌کنن. علت این که شما روی سایت اسمی این پورتفولیوها رو نمی‌بینید و توضیحاتی راجع بهشون نمی‌شنوید این است که این پورتفولیوها برای هر فردی، برای هر خانواده‌ای، با توجه به شرایط اقتصادی و سن و سالی که دارن، چند سالشونه، برای چه موردی میخوان سرمایه گذاری بکنن، چقدر پول دارن، چند سال میتونن صبر کنن و و و، در واقع حالت کاستوم مید برای هر فردی پیدا میکنه. جاهایی که میبینید مثلا از اول برای همه مینویسن این فاند، اون فاند، این فاند، از این صحبت ها به همه جا هم آگهی میکنن، اونها عمدتاً میوچال فاند هستن. مهم هم نیست به چه دلیلی شما سراغ اونها برید، بگید میخوام برای بازنشستگی سرمایه گذاری کنم، همون فاندا رو بهتون میدن. بگید بخواد برای آینده بچه هاتون، همونا رو بهتون میفروشن.
بگید نمیدونم درآمد میخواید همونو میگن، بگید سرمایه میخوام رشد کنه همونا رو میدن. در واقع یه سری سری دوزی است که هدفش هم این است که برای مؤسساتی که اونها رو عرضه میکنن پول جور کنن و کاری واقعا به حال و روز آدمایی که سراغ اونا میرن ندارن. پورتفولیوهای ما اصلا اینجوری نیست و همونطور که عرض کردم برای هر فردی و هر خانواده‌ای با توجه به شرایط اقتصادی که دارن، سن و سالی که دارن، زمانی که در پیشو دارن تهیه و تنظیم میشه و به همین دلیل هم کاملا اختصاصی نگهداری میشه. مثلا یه پورتفولیو داریم که اسمشو گذاشتیم پورتفولیو ویج. ویج چند تا زمین‌هایی که درش سرمایه‌گذاری میشه متعدد است. ما چند تایشو گرفتیم. اولیش W آب هست، واتر هست. ایش اگریکالچره، تو محصولات کشاورزی. جیش گولد هست، ایش هم انرژی هست. در واقع در منابع طبیعی، در انرژی، در فلزات قیمتی و در آب سرمایه‌گذاری میشه. اهمیت آب و مواد غذایی و سرمایه‌گذاری درش اونقدر زیاد هست که چندین سال آینده ترند یا روالی که پیدا خواهد شد دوران درخشش اینها خواهد رسید. چرا دوران درخشش اینها میرسه رو ما تو برنامه‌های تلویزیونی خودمون در گذشته توضیح دادیم، ولی شاید برای آشنایی بینندگان جدید این برنامه یک بار دیگه به طور اختصار برگردیم یه گزارشی بهتون بدیم که چرا در این زمینه‌ها آینده ساز از سرمایه گذاری. البته باز هم یادتون باشه به همین دلیل هم است که ما اول هر برنامه میگیم مطالبی که باهاتون مطرح میکنیم محض اطلاع است و برای اطلاع محض، چون نمیخوایم اطلاعات عمومی باعث گمراهی شما بشه. مثلا از من بشنوید که سرمایه‌گذاری در بخش آب خوبه یا فرضاً محصولات کشاورزی خوبه، بعد بدونی که بررسی و تحقیق کرده باشید اسم یک کمپانی کشاورزی یا آبو بشنوید برید سراغش. نه، هر کمپانی که در محصولات کشاورزی باشه خوب نیست، هر کمپانی که در کار آب باشه خوب نیست، فقط کمپانی های معین و مشخصی هستند که امید رشد و افزایش سرمایه دارن، اونها رو ما استفاده میکنیم و در این پورتفولیوی ویج ازش استفاده میکنیم. پورتفولیوهایی داریم مخصوص تکنولوژی های جدید هستن. حالا این تکنولوژی ها میتونه در بخش نانو تکنولوژی باشه که راجع به اهمیت نانو تکنولوژی و چشمانداز درخشانی که در سالیان آینده خواهد داشت ما در گذشته در یکی دو سه برنامه مفصل سرش صحبت کردیم. توی نانو تکنولوژی سرمایه گذاری میکنیم، توی کمپانی های بایو تکنولوژی سرمایه گذاری میکنیم، کمپانی هایی که به دنبال داروهای جدید یا ابزارهای جدید پزشکی میگردن که معمولا این کمپانی ها تا موفقیت به دست میارن کمپانی های بزرگ دارویی میان این را به قیمت های خیلی خیلی گرونی میخرن و کسی که قبلا تو اون کمپانی های بایو تکنولوژی باشه میتونه سودهای خیلی خیلی خوبی ببره. به هر حال بخش نیو تکنولوژی هم خیلی خیلی گسترده است. بخشی از این پورتفولیو هم که ما عرضه میکنیم در همین تکنولوژی های جدید یا نیو تکنولوژی سرمایه گذاری میکنه. اینها چند نمونه از پورتفولیوهایی هستند که دفتر نبض بازارهای مالی عرضه میکنه که چنانچه تمایل داشتید باشون آشنا بشید و ازشون استفاده کنید. همونطور که عرض کردم روزهای هفته دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر میتونید با تلفن 310-407-5300 با ما تماس بگیرید. یک بار دیگه از همه دوستان عزیز خواهش میکنم جای جدید این برنامه که تلویزیون تصویر ایران باشه و ساعت جدید این برنامه که سه شنبه ها 8:30 به شب و یک شنبه ها 5 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا باشه را به همه دوستداران این برنامه در همه جا اطلاع بدید. وقت برنامه امشبمون تموم شد. تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش. نبض بازارهای مالی. برنامه‌ای از دکتر خشایار شجاعتی.